چطورید بچه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. یه ویدیو دیگه براتون آماده کردم. امروز میخواییم ببینیم رپرهای آمریکایی جواهرات و گردنبندهایی که میذارن فیک یا واقعی. یه نفره که این کارو میکنه تو کانال یوتیوبش یه آمریکایی است. من چون میدونم شما این چیزها رو اصلا دنبال نمیکنید، تو کانال خودم میذارم و روش ریاکشن میرم. امیدوارم خوشتون بیاد. فکر کنم چیز جذابی باشه بدونیم جواهراتی که میذارم واقعیه یا نه. نه جذاب حالا از اون نظری که الان شما میخواید بگید کجاش میتونه جذاب باشه. خب آدم خوبه همه چی رو بدونه، چرا ندونه. بریم ببینیم که این جواهراتی که اینا استفاده میکنن واقعیه یا نه. خب نفر شماره 1 فرنچ مونتانا، میشناسینش؟ یه فکر کنم یه فرانسوی ماراکویی باشه. اول از همه داره ساعتش رو چک میکنه ببینه الماس واقعیه یا نه. بله واقعی. بعید میدونم فرنچ مونتانا کلا قبل از که رپ هم بخواد بخونه خیلی پولدار بود. ساعتش که بچه ها الماس واقعی بود. وای نگاه کن تو رو خدا، داره انواع اقسام و گردنبنداش رو نشون میده. گردنبند مونتاناش الماس واقعی. گردنبند بعدیش وای این فیکه. ولی بچه ها فکر کنم البته خودش هم میگه انگار جای دیگه‌ش هم باید امتحان کنه، چون مثلا چون گردنبند بزرگه شاید مثلا یه سری جاهاش الماس کاری شده بقیه جاهاش نباشه، واسه همین الان هم داره خودشو پاره میکنه که اگه جای دیگه هست تو بگه. بازم فیک. صورتشو پوشونده نشناسنش. خیلی تابلوه ولی من مطمئنم واقعی اینم. باید قسمت های دیگه شو چک کنه. بله دیدید فرنچ مونتانا فیک نمیندازه، فیک رو کسی مثل لیل پامپ و اینا میندازن. اوکی الماس واقعی. آیس بیچ سپایسی سو سپایسی. همین جوری داره از زیر چیز گرمنداشو میاره بیرون. این رپرهای ایرانی رو اگه بخوان تست بگیرن 100% همه فیک میشن. اینم واقعی بود به علت فوش زشتی که اون زن پشتیه. داد اینجا صدا قطع شد بچه. تمام جواهراتش واقعی بود. ویل پلید بلید پلید بوگاتی شد تو رو خدا. کلن داره چی میگن شواف قشنگ داره میگه که من چیا دارم چی ندارم. کفشم رو چک کن، شلوارم رو چک کن. خیلی باله، من ازش خوشم. هنگاش هم اکثر هم بلو فیس بیبی. خیلی آدم عجیبیه این بلو فیس، اصلا نمیدونم. گردنبنده رو دست شکر تو شورتش، شیلنگش رفته بود چپ اوود راست. پسر رو اذیت میشن شیلنگ بیاد راست، یا میارن چپ یا بالا یا پایین. شما از کدوم دسته ای تو کامنت ها بنویسید. خب ساعت الماس. چه حالی هم میکنه، انگار خودشون شک دارن واقعیه یا فیک، چون میرن مثلا میخرن جواب بهشون بندازه. واقعی تو کام جلو در کلاب هم هستم به علت کرونا، ما که هیچ کلابی نمیتونیم بریم و دلتنگ. واقعی اینم هم همش واقعیه. مثلا یه جوری وایساده به تخممه، میدونم واقعیه ولی تو دلش فکر کنم داره میلرزه. نه آقا به دوربین نگاه کن. خودش هم داره میگه Can you be a real man?
ریل واقعی. ایوه فکر کنم کل این جواراتش میاندازه به اندازه کل سرمایه 5 نفر از رپرهای ما. مقایسه نمی کنم بچه، شوخیه، به کسی بر نخوره. حالا داره جوارات این بیگ بایو فیک. وای قیافش دلم براش کباب شد بیچاره. نگاه کن خنده‌اش رو درد داره، فکر میکنه اون مغازه لعنتی ببینه انداخته. آه بغلی هم چک کنر. الماس الماس دو تا بوق بزنه یعنی الماس دیگه. بیپ بیپ مردش برخورد گفت دوباره چک کن. بچه ها الماس بود، یه سری جاش الماس کاریه چی میگن از اونا نشده مصابین میزنه، مثلا یه سری جاش فیک، یه سری جاش واقعی، چون هرچی بیشتر کار ببره روش قیمتش هزینهاش میره بالاتر دیگه. اینا هم مثلا نوچه های بلو فیسر، شاید هم افراد مهمتری هم من نمیشناسم. و لاشی اعظم لیل پامپ گوچی گنگ گوچی گنگ نو کن چی جوری وایساده، انگار با 20 سال سن، انگار 60 نفر رو زده. آقا عوضی اون سیابوس قول پشتت نباشه که کار یه نیستی. خیلی لشه، قبول دارید واقعا لشه. واقعی واقعی گفت آرایت بقیهش هم ببینید. اوف یا حضرت عباس اندازه تخمای من وزنش این خیلی بزرگی. چیه فیکه؟ استاپ استاپ بس برو. گفت شد رفت از دلیل پاپ رفت. فکر کنم ریچ دکیده، نمیدونم. دستا رو انقدر اینا گنگستر واقعی هم در عکس رپر ما که فقط فوش خار و مادر بلدم بدم. واقعی بود. فکر کنم داره اذیتش میکنه، دستگاه رو خاموش کرده. باید دستگاه خاموش ها، داره دروغ میگه، من مطمئنم. میگه این ورشو چک کن، اون ورشو چک کن. دوستشو گیافه دوستشو اوتا داره نگاه میکنه. خیلی خوب این سیافوستا. بله واقعیه، واقعی بود، واقعی بود، داشت اذیتش میکنه. رف رف رف. وح وح سلطان ملودی، سلطان صدا، سلطان آهنگ، سلطان اخلاق، سلطان نمیدونم چی چی. سوالی سوالی هرچی تلفظ اسمو بچه من از بچگی مشکل داشت. خیلی خوبه این بشه. زیاد جواهرات نذاشته، یه ساعت و نسبت به البته رپرای اون بر میگم زیاد جواهرات نذاشته. بله آیس اکثریتشون واقعی هنده. اون چند تا هم که مثلا میگو فیکن 100% یه ناهی هایش چیزه و اینا جای دیگه شده که دیدی چکد الماس واقعی بود. آخه با این همه پول باید سرمایه جمع کنن دیگه، حالا هر چی شده جواهرات و بیت کوین و نمیدونم خونه و شب هم نفری دوتا کس میارن میزنن زمین و میرن. زندگیشون همینه به خدا، همینه بچه. فیک بچ فیک. آه دوباره تست کرد درست. چقدر نازوکه. خیلی ها اصلا به جواهرات نازوک علاقه دارن، مثلا زنجیر خیلی نازوک، یه دونه مثلا دست خره بزرگ. حالا زیبا میشه سلیمش خوب. ماشینو
اوف رو ماشینش هم جواهرات داره. خدایا خدایا ما ایرانی ها چی باید بکشیم؟ نگاه کن تو رو باره داره تست میکنه یا خدا. هی بچه ها بچه ها بچه ها تای اشغال ما اینه که بتونیم بشینیم یه ودکا بخوریم یه موزیک کسچر غمگین گوش بدیم. خیلی خوبه واقعا عالیه من عاشقشم. به به پست مالون محتاط محتاط و معتاد چشا رو یعنی چشمی چش حالا از اون کلمه استفاده نمی کنیم باشه داره به فاک میره انقدر زده. بچه این اینستاگرام همین یاروی که این کار رو میکنه حتما فالوش کنید خیلی باحاله چون منم از چنل این ویدیو رو برداشتم فقط دارم دوباره نگاه کردم باز شما گذاشتم چون میدونم دنبال چنین چیزایی نمیرید تعداد کمیتون میرید حتما فالوش کنید چنلش هم میذارم این زیر. پست مالون هم همه چیش باید واقعی باشه این که اصلا هر یه ویدیوی میده کلی پول پاره میکنه. الماس پدر سگ نیما با یوتیوب بچه موزیکو بیشتر از چند ثانیه بذاری کپی رایت میخوره. فکر کنم اسم این خواننده ناوه نیمم چی NAV مدل موزیکی مونه خیلی خوبه فکر کنم عرب هم باشه عرب آمریکایی. همه چیش واقعه این منیجر پست مالونه بچه اینستاگرامش رو الان زیر می نویسه. واقعی بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید بازم از این نوع ویدیوها میذارم لایک سابسکرایب کامنت اگه دوست داشتید بکنید دوست هم نداشتید چی؟ به تخمم ولی مهم اینه که عاشقتونم هر جا هستید.